وزیران امور خارجه روسیه، آمریکا، ترکیه و عربستان سعودی روز جمعه اول آبان به ابتکار آمریکا و برای بررسی اوضاع سوریه در وین پایتخت اردیش گرد هم آمدند. از ایران برای شرکت در این نشست دعوت نشده بود، اما سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه تاکید کرده کشورهای ایران، اردن، قطر، مصر و امارات متحده عربی نیز باید در مذاکرات برای حل بحران در سوریه حضور داشته باشند همزمان قرار است لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه با استفان میستورا نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل برای سوریه در پاریس دیدار نماید همزمان جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در نشست خبری مشترک با فرانک والتر مایر، همتای آلمانیش با اشاره به اینکه منافع قدرت‌های مختلف در گروه حل مسئله سوریه است تصریح کرد آمریکا، ایران، روسیه و اتحادیه اروپا بر سر یک پارچگی سوریه توافق دارند و اینکه سوریها باید خود سرنوشتشان را تعیین کنند ولی بشار یکی از موانع انجام این اصول مشترک است در تحولی دیگر علی لاریجانی رئیس مجلس ایران در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از نقش سازنده وی در حل و فصل پرونده هسته ایران تشکر کرد و گفت کار با روسیه در شرایط جدید قطعا رو به گسترش خواهد بود وی روز پنجشنبه سیوم مهر و پس از اختتامیه اجلاس والدای سوچی در روسیه با رئیس جمهوری این کشور دیدار و گفتگو کرد وی ای در این دیدار با تشکر از مواضع پوتین روابط تهران مسکو را گسترده خواند و گفت نقش روسیه در منطقه و تلاش این کشور را برای استقرار صلح و ثبات در منطقه موثر و مفید میدانیم آقای لاریجانی همچنین از کمک های روسیه به ایران در شرایط سخت تشکر کرد و گفت ایران این کمک ها را فراموش نمی کند و دوستی تهران و مسکو نیز در شرایط جدید گسترده تر خواهد شد ولادیمیر پوتین هم در این جلسه گفت پرونده هسته ای ایران با منطق و مذاکره به اتمام رسید و گفتگوی من با آقای روحانی در نیویورک بسیار سازنده بود و همکنون روابط مسکو و تهران در حال توسعه است وی افزود اعتقاد داریم بدون مشارکت ایران در حل بحران سوریه توفیقی به دست نمیآید و این مشارکت پایدار نخواهد بود پیش از این دیدار آقای پوتین در نشستی در سوچی روسیه گفته بود بشار اسد رئیس جمهور سوریه به او گفته است که از نظر او آمادگی نیروهای مخالف دولت سوریه برای جنگیدن با گروه موسوم به دولت اسلامی مثبت محسوب می شود بشار اسد همچنین برای گفتگو ابراز آمادگی کرده بود فدریکا موگیرینی مسئول سیاست خارجی اروپا نیز در سخنانی در بلین روز پنجشنبه سیوم مهر در مورد رسیدن به راهکاری برای بحران سوریه به حضور بشار اسد به عنوان بخشی از راه حل اشاره کرد و گفت واقعیت این است که برای رسیدن به یک راه حل سیاسی حضور اسد قطعی است اما این حضور تنها در ابتدای امر خواهد بود و ای همچنین خبر داد که این موضوع در هایی که در ژنو پیرامون بحران سوریه انجام شد نیز شده مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین گفت نسبت به دخالت نظامی روسیه انتقاد دارد ولی اگر روسیه بتواند از نفوذ خود روی بشار استفاده کند این اقدام مثبت است به گفته وی اروپا در مذاکره صلح سوریه نقش مهمی بازی می کند در همین زمینه وزیر خارجه عربستان سعودی در اظهارات جداگانه که خبرگزاری رویترز آن را باستاب داده است گفته که اقدامات روسیه در سوریه بسیار خطرناک است عادل الجبل پیش از نشست روز جمعه در دیدار با وزیر امور خارجه آمریکا گفت اقدامات روسیه در سوریه به آتش جنگ در این کشور دامن میزند که این وضعیت تنها میتواند با خروج بدون قید و شرط بشار اسد از قدرت پایان یابد این مقام عربستان سعودی تاکید کرد ریاض این مسئله را برای ها روشن کرده است وی تصریح کرد ما نگران هستیم که این قضیه باعث برانگیختن احساسات در جهان اسلام شود که در نتیجه موج جنگ جویان را به سوی سوریه سرازیر کند بر اساس گزارشی که خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه سیوم مهر منتشر کرده است تقریبا 80 درصد از اهدافی که از سوی روسیه که بمباران شدند مربوط به گروههایی به جز داعش هستند این آمار ادعاهای مسکو درباره اینکه هدف از دخالت در سوریه نابودی این گروه است را زیر سوال میبرد وزیر خارجه عربستان در پاسخ به این پرسش که آیا اسد میتواند نقشی در تشکیل دولت موقت سوریه ایفا کند گفت نقش او این است که سوریه را ترک کند بهترین سناریو این است که صبح از خواب بلند شویم و ببینیم که اسد از کشور رفته است حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه ایران نیز روز چهارشنبه 29 مهر در مصاحبه با روزنامه بریتانیایی گاردیان گفته است که ایران نمیخواهد بشار اسد رئیس جمهوری سوریه را تا ابد در قدرت حفظ کند ولی ما نسبت به نقشی که وی در یک پارچگی ملی سوریه و مبارزه علیه تروریسم ایفا می کند کاملا آگاهیم این سخن در حالی ایراد می شود که پیشتر کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران که نقش مشاور علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران را ایفا می کند گفته بود که باقی ماندن بشار اسد تا پایان دوره ریاست جمهوریش خط قرمز ایران است برپایه انتخاباتی که دولت سوریه برگزار کرد اما اپوزیسیون آن را قبول ندارد دوره ریاست جمهوری بشار اسد تا سال 2021 خواهد بود آقای امیر عبداللهیان در بخش دیگری از مصاحبه خود با اشاره به افزایش شمار نظامیان ایرانی در سوریه گفت که تعداد مستشاران ایرانی در سوریه متناسب با توانایی های ما و درخواست های دولت سوریه است ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل متحد خواهان بررسی آزمایش اتمی ایران در شورای امنیت شد به روز پنجشنبه سیوم مهر گفت شورای امنیت جزئیات فنی مربوط به آزمایش موشک بالستیک از سوی ایران را بررسی می کند. آقای چورکین به خبرنگاران گفته است چنین آزمایشی مستلزم اتخاذ گام های تنبیهی از سوی کمیته تحریم های ایران خواهد بود اگر مسکو به این باور برسد که این اقدام ناقض تحریم های سازمان ملل است. آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان روز چهارشنبه 29 همه مهر خواستار اقدام کمیته بررسی تحریم‌های ایران در مورد آزمایش موشکی اخیر تهران شدند که به گفته آنها قابلیت حمل هسته ای دارد. آنها میگویند آزمایش موشک اماد در تضاد با قطنامه 1929 است که در سال 2010 میلادی به تصویب رسید. این قطنامه تهران را از انجام آزمایش های مربوط به موشک های بالستیک که قابلیت حمل کلاهک های ای را دارند من می کند. در تحول دیگر روز جمعه اول آبان ماه منابع خبری ایران گزارش دادند که عبدالله بغری نیارکی که زمانی محافظ محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران بود روز گذشته در شهر حلب کشته شده است. برخی منابع خبری گفتند که مراسم تشییع جنازه آقای باقری روز شنبه در تهران برگزار می شود. هرچند خبرگزاری فارس به نقل از برادر او نوشته که جنازه وی هنوز به ایران منتقل نشده و زمان برگزاری مراسم تشییع مشخص نیست. در زمان اعتراضات خیابانی به نتیجه انتخابات دهمین ده دوره ریاست جمهوری برخی وبسایت‌های متعلق به معترضان تصاویری از نیروهای دولتی در جریان حمله به تظاهرکنندگان کنندگان روز آشورا را رو منتشر کردند و نوشتند آقای باقری محافظ محمود احمدی نژاد در میان آنان است منابع خبری همچنین خبر دادند احمد استحکامی و حمید دیلمی که از آنها به عنوان مدافعان حرم نام برده شده است از دیگر کشته شده های ایرانی در سوریه هستند. رسانه های سوئدی میگویند انگیزه عامل حمله خونین به مدرسه در جنوب سوئد گرایش نجات پرستانه و اسلام ستیزانه بوده است. در جریان حمله مردی نقابدار با شمشیر به مدرسه در جنوب سوئد در روز پنج چنبه سی مهر یک معلم و یک دانش آموز کشته شدند. پلیس سوئد اعلام کرد مرد مهاجم به ضرب گلوله پلیس کشته شده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، پرس، پلیس سوئد میگوید پس از حمله این مرد نقابدار به مدرسه کرونان در ترول هاتان در نزدیکی گوتنبرگ، دومین شهر بزرگ سوئد، دانش آموزان از مدرسه گریختند. این مدرسه 400 دانش آموز دارد. ترولهاتان در 350 کیلومتر جنوب غربی استکهلم پایتخت سوئد واقع شده است و 56 هزار نفر جمعیت دارد. شمار زیادی از مهاجران خارجی در این شهر زندگی می کنند. سخنگوی پلیس سوئد گفته است نیروهای پلیس زمانی به مدرسه رسیدند که فرد مهاجم یک معلم را کشته و سه نفر از جمله دو دانش آموز 11 و 13 ساله را زخمی کرده بود. طبق این گزارش فرد مهاجم به ضرب دو گلوله ی نیروهای پلیس کشته شد و یکی از دانش آموزان مجروح نیز پس از انتقال به بیمارستان درگذشت. پلیس میگوید فرد مهاجم 21 ساله و اهل شهر ترولهاتان است و در بازرسی از منزل وی شواهدی در ارتباط با این حمله کشف شده است. در همین حال نخست وزیر سوئد حمله به مدرسه کرونان را روزی سیاه برای سوئد خوانده است. رئیس پلیس سوئد گفته است بررسی خانه محل سکونت مهاجم 21 ساله نشان می دهد که او دارای گرایش های راستگرایانه افراسی بود. به نوشته ی رسانه های سوئد مرد مهاجم فردی منظوی بوده و بررسی محتوای فیسبوک و نواری که در یوتیوب قرار داده حاکی از آن است که به هیتلر و افکار نازیسم گرایش داشت و با اسلام و مهاجران خارجی خصومت می‌ورزیده است. پلیس سوئد گفته است که این فرد دارای سابقه قبلی نبود و پلیس پرونده ای در مورد او نداشت. منابع پلیس هنوز نام این فرد و همچنین قربانیان او را منتشر نکردند. حمله به مدارس در سوئد رایج نبوده و طی دهه های اخیر تنها یک مورد از حمله به یکی از مدارس وجود داشته که در جریان آن یکی از دانش آموزان به ضربه گلوله ی فرد مهاجم کشته شد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه سابق آمریکا که از چهره های مطرح در میان نامزدهای حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آینده آمریکاست روز پنجشنبه سیوم مهر در جریان ادای توضیح در برابر کمیسیون تحقیق مجلس نمایندگان ضمن دفاع از خود به اتهام های جمهوری نیز پاسخ داد او گفت من مسئولیت آنچه را که در بنغازی روی داد به عهده می گیرم با این همه باید بگویم که درخواست رد شده دیپلمات های مستقر در کنسولگری برای تقویت تدابیر امنیتی روی میز من نیامد و من از آن بیخبر بودم اما پس از حمله همه توصیه های یک کمیسیون داخلی در وزارتخانه برای حفاظت بهتر از نمایندگی های خارجی ایالات متحده به اجرا درآمدند. روز 11 سپتامبر 2012 یک گروه مسلح به کنسولگری آمریکا در بنغازی حمله کرد و این مکان را آتش زد. کریس استیونز سفیر وقت آمریکا در لیبی و سه نفر از کارکنان آمریکایی کنسولگری در این حمله کشته شدند. هیلاری کلینتون که در آن زمان وزیر خارجه آمریکا بود، آماج انتقاد قرار گرفت که وزارتخانه تحت مسئولیتش به هشدارها راجع به احتمال حمله توجه کافی نکرده است. به گزارش رسانه ها خانم کلینتون به رقم زمان دراز پرسش و پاسخ خونسردی و اعتماد به نفس خود را حفظ کرد وی جمهوری را متهم نمود که قصد دارند از حادثه بنغازی علیه او بهره برداری سیاسی کنند کمیسیون تحقیق درباره حادثه بنغازی مأمور روشن کردن صحت و سقم این اتهام بوده است که آیا دولت برک اوباما قبل از حمله به خطر اسلامگرایان در لیبی و امکان بروز چنین حادثه بی اعتنایی کرده و آیا بلا فاصله پس از ترور هم در صدد لاپوشانی پس زمینه تروریستی حمله برآمده است؟ تریگودی رئیس جمهوری خواه کمیسیون تحقیق در آغاز جلسه گفت جزئیات دقیق مرگ سفیر آمریکا و سه همکار او در بنغازی باید روشن شود همچنین گفت ما به آنها و به خودمان پی بردن به واقعیت این ماجرا را بدهکاریم خانم کلینتون در اظهارات خود تاکید کرد که از حملات تروریستی نمیتوان به صورت 100 درصد جلوگیری کرد. سفیر ما در لیبی واقف بود که دیپلمات های ما در بسیاری جاها مشغول فعالیت هستند که ما سرباز و نیروی امنیتی در آنجاها نداریم. او همچنان میدانست که ما هرگز قادر نیستیم که همه ی حملات تروریستی را مانع شویم یا شرایط ایمن 100 درصد ایجاد کنیم. هیلاری کلینتون در ژانویه سال 2013 نیز در برابر کنگره درباره چند و چون ترور بنغازی توضیحاتی ادا کرد و مسئولیت آن رویداد را پذیرفت. کمیسیون سازمان های امنیتی سنا در گزارش تحقیقی خود که ژانویه 2014 منتشر کرد به این نتیجه رسید که حمله به کنسولگری بنغازی قابل پیشگیری بوده منتها وزارت خارجه در آن هنگام به ضعفها و کاستی های امنیتی و نیز تهدیدات فزاینده از سوی اسلامگرایان افراطی بهای لازم را نداده است این گزارش اما تقصیر مستقیمی را متوجه کلینتون نکرد دموکرات ها پیوسته انتقاد کردند که تحقیق دور و دراز کمیسیون تحقیق بنگازی به انگیزه های سیاسی آلود است و قصد آن ضربه زدن به وجهه کلینتون در کارزار رقابت برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری است. فرانسه روز جمعه اول آبان ماه شاهد مرگبارترین بارترین سانهی رانندگی در این کشور در بیش از دهه گذشته بود. در یکی از جاده های واقع در حوزه پویسکن در استان ژیون در جنوب غرب فرانسه یک اتوبوس و یک کامیون از روبرو با یکدیگر برخورد کردند و بلافاصله شعله ور شدند. پویسکن حدود 40 کیلومتری شرق شهر بردو قرار دارد. بر اثر این تصادف دست کم 42 نفر جان خود را از دست دادند. اکثر آنان سالمندانی بودند که برای انجام سفری تفریحی سوار اتوبوس شده بودند. راننده کامیون نیز در این سانحه که مرگبارترین تصادف اتوبوس در ده سال گذشته در اروپا محسوب می شود کشته شد. فرانس و اولاند رئیس جمهوری فرانسه که در حال حاضر برای انجام دیداری رسمی در یونان به سر میبرد ضمن ابراز همدردی با خانواده های قربانیان از یک تراژدی وحشتناک سخن گفت به گزارش رسانه های خبری هشت مسافر هم که توانسته بودند از اتوبوس در حال سوختن خارج شوند بعدا به دلیل شدت جراحات جان خود را از دست دادند یکی از ساکنان منطقه که این سانه در آنجا اتفاق افتاده گفته است برخورد کامیون و اتوبوس مزبور در یکی از پیچهای بسیار خطرناک جاده روی داده است این مرگبارترین سانه اتوبوس در فرانسه از سال 1982 تا کنون محسوب می شود در آن زمان 53 نفر از جمله 44 کودک جان خود را در پی تصادف یک اتوبوس از دست داده بودند غلام محمدی عضو هیئت مدیره انجمن خلبانان ایران از مهاجرت خلبانان کشور به خارج خبر داده و گفته حقوق کم و ناوگان نامناسب در کشور موجب شده تا خلبانان ایرانی به ویژه جوانان در حال حاضر در کشورهای ترکیه، هند، امارات، قطر و سایر کشورهای همسایه و اروپایی فعالیت کنند. روزنامه آرمان روز پنج شنبه سی مهر در گزارشی درباره مهاجرت خلبانهای ایرانی نوشته است حقوق کم خلبانان ایرانی را میپراند به نوشته ی روزنامه آرمان آقای محمدی با اشاره به فعالیت 100 خلبان ایرانی در ایرلاین های خارجی گفت هر روز خطر خروج خلبانان از کشور وجود دارد. وی خبر داده در حال حاضر حدود 1200 نفر خلبان یکم و کمک خلبان در کشور فعالیت دارند که از این تعداد حدود 600 نفر کاپیتان هستند که بیش از 4000 ساعت پرواز کردند عضو هیئت مدیره ی انجمن خلبانان ایران گفت یک کمک خلبان در یک کشور همسایه حدود 10 تا 12 هزار دلار در ماه حقوق ثابت دارد در حالی که برخی ایرلاین های ایرانی حقوق 3 میلیون تومانی به خلبانان پرداخت می کنند و میانگین حقوق خلبانان ایرانی در ماه بین 8 تا 10 میلیون تومان است به نوشته ی روزنامه آرمان این عضو هیئت مدیره انجمن خلبانان ایران گفته است بخش ای از حقوق خلبانان در کشور ما به ساعات پرواز خلبان در ماه بستگی دارد در این شرایط قطعا تعداد ناوگان یک ایرلاین در حقوق خلبان مؤثر است چرا که اگر تعداد ناوگان ایرلاینی کم باشد تعداد پروازهای آن نیز کم است و این امر کاهش حقوق خلبان شرکت هواپیمایی مربوطه را در پی دارد آقای محمدی گفت بر اساس آمار جمع بری شده خلبانان از ابتدای انقلاب در سه یا چهار مقطع کشور را ترک کردند و در ایلاین کشورهای خارجی مشغول فعالیت شدند که علت عمده تصمیم آنها دریافت حقوق کم بود. عضو هیئت مدیره انجمن خلبانان ایران گفت برای آموزش به کمک خلبان که به خلبانی یکم ارتقا یابد یک میلیارد تومان هزینه می شود بنابراین یک سرمایه گذاری است اما از طرفی یک خلبان جوان ایرانی با وجود تعصبی که روی کشور خود دارد برای دریافت حقوق بیشتر به امارات می رود تا در ایلاین های این کشور فعالیت کند روزنامه آرمان یادآوری کرده است که پیشتر هوشنگ شهبازی یکی از خلبانان سرشناس ایرانی هم از وضعیت خلبانان انتقاد کرده و گفته بود همکنون دو هزار خلبان جوان کشور یا خانه نشین شدند یا در آژانس ها کار میکنند. آقای شهبازی گفته بود این خلبانهای جوان 20 تا 25 سال سن دارند و هر کدام از این خلبانان 100 میلیون تومان هزینه کردند تا در مدت 5 سال گواهینامه خلبانی بگیرند و خلبانان هواپیمای مسافری پس از 5 سال آموزش باید 15 سال کمک خلبان باشند و بعد از 20 سال خلبان می شوند. روزنامه آمریکایی والستریت جورنال در گزارشی از ورود هواپیماهای اسرائیلی به داخل حریم هوایی ایران در حدود سه سال پیش و نگرانی آمریکا از بروز جنگ منطقه ای خبر داده است به نوشته این روزنامه سرویس های اطلاعاتی آمریکا در سال 2012 میلادی به دلیل نگرانی از حمله اسرائیل به تأسیسات هسته فردو در مرکز ایران مکالمات محرمانی پایگاه های نظامی اسرائیل را شنود می این گزارش میگوید پرواز هواپیماهای اسرائیلی در حریم هوایی ایران احتمالا پرواز تمرینی بوده تا موقعیت را برای حمله کماندوها به تأسیسات فردو ارزیابی کند به نوشته والستین جورنال کاخ سفید که نگران بروز یک جنگ منطقه بوده در آن زمان دومین ناو هواپیمابر خود را آزم منطقه می کند. این گزارش می گوید آمریکایی ها امیدوار بودند بتوانند جلوی حمله اسرائیل را بگیرند تا مذاکراتی را که به صورت محرمانه با ایران آغاز کرده بودند پیش ببرند اشاره این گزارش به مذاکرات پشت پرده ای است که در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد با وساطت عمان میان ایران و آمریکا صورت گرفت به گفته والستین جورنال آمریکا و اسرائیل در آن زمان به جای مذاکره و تبادل اطلاعات قصد واقعی خود را از یکدیگر مخفی نگه می‌داشتند و برای اطلاع از آنچه دیگری پنهان کرده، به جاسوسی اطلاعاتی هم روی آوردند. این روزنامه می‌گوید اطلاعات خود را در ارتباط با تنش در روابط آمریکا و اسرائیل بر سر ایران از گفتگو با بیش از 20 مقام سابقه ارشد در آمریکا و اسرائیل کسب کرده است. عواسط تابستان امسال هم رسانه های اسرائیلی نواری صوتی از اهود باراک وزیر دفاع سابق اسرائیل منتشر کردند که در آن آقای باراک از برنامه ریزی برای حمله به تأسیسات نظامی ایران در سه مقطع مختلف و بی ماندن آن خبر داده بود. بر اساس گفته های آقای باراک برنامه حمله به ایران در سال 2012 به دلیل مشکل همزمانی با یک مانور نظامی مشترک با آمریکا و سفر وزیر دفاع این کشور به اسرائیل بی نتیجه مانده است. ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا روز سیوم مهرماه در نشست جمعی احزاب محافظه‌کار اروپا در مادرید گفت که سیاست مهاجرتی یکی از بزرگترین چالش های آتی اروپا خواهد بود یونکر در این نشست که آنگلا مرکل صدر آلمان نیز در آن حضور داشت تاکید کرد بحران مهاجرتی کنونی به این زودی ها پایان نمییابد و تا کریسمس ادامه خواهد داشت بنابراین اقدامات را باید برای درازمدت متمرکز کرد آقای یونکر در ادامه سخنان خود یادآوری کرد که از دو میلیارد و سیصد میلیون یورو که قرار بوده برای ساماندهی امور پناهجویان پرداخت شود تا کنون فقط دویست و هفتاد و پنج میلیون یورو دریافت شده است او ضمن فراخواندن اروپاییان به همبستگی میان خود و با دیگران تاکید کرد که در غیر این صورت راه حلی برای مسئله پناهجویان وجود نخواهد داشت رئیس کمیسیون اروپا یک روز پیش از سخنرانی خود در مادرید رهبران سربستان، مقدونیه، اتریش، بلغارستان، کرواسی، آلمان، یونان، مجارستان، رومانی و اسلوانی را برای رایزنی های فشرده و اقدامات عملی فوری برای کشورهایی که در مسیر منطقه بالکان قرار دارند به بروکسل دعوت کرد. دونالد توسک رئیس شورای اتحادیه اروپا نیز در سخنرانی خود در مادرید گفت شهروندان اروپایی آمادند پناهجویان را بپذیرند اما در عین حال از سیاستمداران خود انتظار دارند که به وظایف عمومی خود عمل کنند آقای توسک همچنین گلایه کرد که سیاستمداران اروپایی در مسئله پناهجویان توانایی خود را برای حفاظت از مرزهایشان از دست دادند و باز بودن مرزها یک انتخاب آگاه خانه ولی نقطه ضعف نیز هست صحبت های رئیس شورای اتحادیه اروپا به عنوان انتقاد از سیاست آنگلا مرکل نیز تلقی شد اما توسک بدون ذکر نام از برخی دولت های اروپای شرقی عضو اتحادیه اروپا به شدت از آنها انتقاد کرد و سیاست های مهاجرتی آنها را پوپولیسم و بیگانه ستیزی توصیف کرد او همچنین گفت سیاست های ما باید تقویت اروپا علیه راستگرایان افراطی باشد در نشست مادرید سران احزاب مردم اروپا دو دیدگاه متفاوت درباره پناهجویان و ساماندهی آنان وجود داشت که در سخنرانی آنگلا مرکل و ویکتور اوربان صریحا انعکاس یافت اوربان گفت اروپا ثروتمند و در عین حال ضعیف است و این ترکیب خطرناکی است او در برخورد با مشکل پناهجویان در اروپا روی کرده سخت و تندی را پیشنهاد کرد صدر آلمان پیشنهاد تأسیس گارد مرزی اروپا برای حفاظت از مرزهای بیرونی اتحادیه اروپا را داد و در عین حال به عوامل مهاجرت و همچنین مبارزه علیه آن پرداخت. خانم مرکل از نقش آمریکا نیز تمجید کرد و گفت خوشحال است که نیروهای آمریکایی برای محافظت از مردم افغانستان قرار است بعد از سال 2016 نیز در این کشور بمانند. نزدیک به پنج ماه پیش کردهای سوری موفق شدن شهرک گرسپی رو در شمال سوری از دست داعش آزاد بکنند. تسلط بر گرسپی یا در گویش عربی تل از هم برای کردها و هم داعش حائز اهمیت بود اما بازیگر سومی که وضعیت گرسپی براش بسیار های اهمیت است ترکیه است در واقع دست به دست شدن این منطقه میان داعش و کردها نگرانی زیادی برای دولت ترکیه به همراه داشته چرا که ترکیه همواره نگران گسترش حوزه نفوذ حزب کردی پیده در شمال سوریه هست و اون رو همردی با پکاکا یک سازمان تروریستی قلمداد میکنه اما اتفاق تازه ای که در چند روز گذشته افتاده ها رو افزایش داده موضوع از این قرار است که مقامات کردی حزب پیده تصمیم گرفتند شهرک گرسپی رو به عنوان یک استان یا کانتون جدید کردی معرفی بکنند کانتون چهارمی که در کنار سه کانتون دیگه کردی تحت تسلط کردها خواهد بود اهمیت کانتون گرسبی در این خواهد بود که این کانتون میتونه حلقه اتصال است کانتون کوبانی جزیره و افریم باشه که در این صورت حوزه نفوذ کورتا رو از مرز عراق تا نزدیک دریای مدیترانه گسترش میده و اساسا همین موضوع هم باعث نگرانی ترکیه شده اگرچه روز گذشته رسانه های ترکیه و برخی کشورهای عربی مسائل دیگه ای رو از باب نگرانی مطرح کردن آن موضوع تغییر بافت قومیتی منطقه هستش اما واقعیت این است که تسلط بر شمال سوریه از سوی کورتا همیشه برای ترکیه موضوع نگران کننده ای بوده اشاره بکنم که رسانه های ترکیه همینطور برخی رسانه های کشورهای عربی این مسئله رو عنوان می کنن که در این منطقه به ویژه در گرسپی شهروندان ترکمن و عرب هم زندگی می کنن که از نظر بافت جمعیتی نسبت به کورت اکثریت رو دارا هستند و تصمیم جدید کورت ها مبنی بر اعلام خود کانتون گرسپی باعث میشه موج جدیدی از ساکنان منطقه مجددا آواره بشن و به احتمال به سوی ترکیه روانه بشن و نهایتا بافت قومیتی منطقه دچار تغییر بشه همینطور رسانه های ترکیه به گزارش اخیر سازمان عفو بین الملل در 13 اکتبر هم اشاره میکنن که در اون گزارش عنوان شده که احتمالا کورت سوری به دلیل تغییر بافت جمعیتی منطقه مرتکب جرم جنگی شدند. البته همون موقع مقامات کردی سوری اتا این اتهام رو رد کردن و گفتن پس از پاکسازی داعش از منطقه آماده استقبال از همه ساکنان منطقه هستیم الان هم در واقع ها میگن اعلام و معرفی گرسبی به عنوان کانتون جدید با حضور نمایندگان محلی ترکمن عرب و کرد در یک جلسه اداری صورت گرفته رسانه‌های ترکیه به نقل از ترکمنهای های سوری همینطور مدعی هستند که کورت ها سلاح هایی که امریکا برای مبارزه با داعش در اختیارشون قرار داده رو برای ایجاد منطقه خود مختار کردی استفاده می و هر آن ممکنه به جرابلوس در شمال شرق سوریه هم مرز ترکیه هم حمله بکنن و این منطقه رو هم تحت تصرف خودشون در بیارن حزب اتحاد دموکراتیک کردستان سوریه پیده مورد حمایت امریکا و کشورهای ائتلاف است و امریکا شاخه نظامی این حزب یعنی یه رو به عنوان نیروی زمینی در مقابل داعش حمایت تجهیزاتی میکنه جدا از که بسیاری از پیروزی های یه در مقابل داعش با حمایت هوایی امریکا میسر شده ترکیه هفته گذشته به شدت نسبت به حمایت امریکا از کردهای سوری اعتراض کرده بود و از امریکا و متحدانش خواسته بود از این گروه که به گفته ترکیه گروه تروریستی است دست بران و از اون حمایت نکنند.